قانون اساسی یا وثیقه ملی. در سال 1382 هجری خورشیدی قانون اساسی فعلی افغانستان با 12 فصل و 162 ماده توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی پس از رفراندوم یا نظرخواهی تصویب و در 6 دل و امان سال توسط آمد کرده که آن زمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بود توشیه گردید. قانون اساسی فعلی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه قلمداد می شود. بعضی ها می گویند قانون اساسی فعلی افغانستان می تواند یک سند مهم دموکراتیک برای نظام های پس از جنگ به شمار بیاید. سلام، سید محمدی یزدانپرست هستم در برنامه تحلیل امروزی. میمانانم در بس آقایان امین الله امینی، رئیس عدلیه ولایت بلخ، استاد ذبیح الله ایثار، رئیس گروه مشترک جامعه مدنی در بلخ و انجینیر زینب امراض، فعال مدنی. میمانان گرامی، به بس خوش آمدین. در نخست با جناب آقای امینی آغاز میکنیم. تعریف از قانون اساسی اگر داشته باشین جناب رئیس. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیونی پیکان. تشکر میکنیم از برنامه خوب شما که به خاطر روشنگری از آن عامه پیرامون ویژگی های قانون اساسی برنامه را تنظیم کردین. قانون اساسی اون قسمی که شما هم اشاره کردین به او وثیقه ملی هست که توسط نمایندگان منتخب لوی جرگه در توسط نمایندگان منتخب مردم در لوی جرگه تصویب شده و به توشیح رئیس جمهور رسیده باشه و معمولا قانون اساسی شامل قواعد بسیار عمومی و قواعد کلی هست که سیاست ها و خطوط سیاست دولت را، قلمرو نظام را و جغرافی های یک کشور را تنظیم میکنه با زیر مجموعه هایی که بود در خود متن قانون اساسی گنجانیده میشه. حالا در تمام کشورها سند به نام قانون اساسی یا فرق میکنه؟ قطعا که قانون اساسی در تمام کشورهای مدرن دنیا هست. البته شاید نامش فرق بکنه، اما قانون اساسی قطعا باید بوده باشه و افغانستان هم بعد از سال 1343 صاحب قانون اساسی شد که قبل از اون نظام نامه و اصول نامه و این چیزها بود. چون قانون اساسی قبلا مرز کردم که خطوط کلی سیاست یک نظام را، قلمرو جغرافیای یک کشور را و سیاست های داخلی نظام را و همچنان اقوام یا ملیت هایی که در داخل یک قلمرو جغرافیا زندگی میکنند پیرامون از بحث میکنند. طبعا تمام کشورهای دنیا این وثیقه معتبر می داشته باشند و زیرا که تمام قوانینی که یک کشور می داشته باشه یا یک نظام می داشته باشه او همه قوانین زیر مجموعه قانون اساسی هست. ناگزیر هر کشوری مدرن دنیا باید قانون اساسی داشته باشه و از قانون اساسی تمام مسائل نظام حقوقیشان الهام می گیره. سپاس. انجینیر صاحب، شما می خواهیم داشته باشیم که نقش قانون در تحکیم روابط اجتماعی و شکلگیری نظم در جامعه تا چی حد می تانه مؤثر باشه؟ من رحیم، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان شما و بحث در عزیز. شما از قوانین گفتین، از سابق قوانین وجود داشته، امروز هم نامش به گفته رئیس های فرق کرده قانون اساسی ختمشی است که هر کس میتونه مطابق رفتار خودش پیش برد داشته باشه، مطابق از او میتونه خیلی خوب خودش منظم بسازه و خطومش هر کس را برای حدود خودش تعیین میکنه. حال میایم سر از اینکه چقدر این قوانین را ما در واقع میتونیم تطبیق بکنیم، یا بعضیا میگن که بعضی قوانین در افغانستان صحیح نیست، مشکل خو از حالا روی تطبیقش میپیچیم با نو امراض بعدا. فقط مشخصا جامعه قانونمند چی ویژگیهایی را میتونه دارا باشه و چی تفاوتایی داره با جامعه که در او آنارشی، بی‌نظمی یا هرج و مرج وجود داره؟ طبعا بهترین بخشش میتونیم بگوییم که او جامعه میتونه به خود کفایی انکشافی برسه و همچنان میتونه که پیشرفت های داشته باشه. ای که نظاممند باشیم طبعا میتونیم که خیلی منظم هر کس کارش پیش ببره و پیشرفت جامعه ما میتونه کمک بکنه. سپاس. استاد ایثار،
قانون اساسی فعلی افغانستان آیا جوابگوی نیازمندی شرایط فعلی قلمداد میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه حضور شما جناب رئیس صاحب و انجینر صاحب، درود میفرستم برای شهدا و سلام ویژه هم دارم برای بیننده های تلویزیون شما. یک تبصره کوتاه در قسمت چیستی قانون اساسی و مقدمه قانون اساسی می داشته باشم و روی بحثی که شما مطرح کردین. قانون اساسی بنابر تعریفی که در مباحث حقوقی مطرح میشه، مجموعه قواعد و دساتری است که غرض انتظام بخشیدن امور جامعه از جانب یک ارگان با صلاحیت که همان دولت می باشه وضع و تصویب میشه. در این تعریف خودش چند ویژگی را برای یک قانون اساسی می داشته باشه که یکی از دو جمله میشه بحث امور هست که امور خودش واژه جمع میشه. یکی هم انتظام هست که نظم را میخواد در جامعه ایجاد بکنه. در جامعه که باز قانون نباشه دیگه نظم هم نیست، در هم بر هم است و به اصطلاح عامترش باز در اونجا قانون جنگل حاکم میشه. همونطور ما بایستی دیگری و با توجه به این موارد قانون اساسی افغانستان طی 12 فصل و 162 ماده یکی از معتبرترین وثیقه هست که امروز ما میتونیم در آسیا و در کشورهای نظیر افغانستان اخوان را نداشته باشیم. شما وقتی میرین به قانون اساسی ایران مراجعه میکنین، به قانون اساسی پاکستان مراجعه میکنین، یا قانون اساسی سایر کشورهای دیگری که یا مدون هستن و یا هم غیر مدون هستن مراجعه میکنین، تمام موضوعاتی که در قانون اساسی افغانستان تشکیل پیدا کرده در قانون اساسی یا وجود نداره و یا هم اگر وجود داره مبهم و گنگ و پیچیده هست که مفسرین قانون که همانا یا تطبیق کننده های قانون که ارگان های دیگری هستند در قسمت تطبیق از این گاهی عاجز میمانند. اما در قسمت قانون اساسی افغانستان همونطوری که از نامش هو ایداست به عنوان وثیقه ملی یا مادر قوانین که سایر قوانین دیگر از این قانون اساسی زیر عنوان قوانین عادی زاده میشن، نیازهای امروز و آینده افغانستان را با توجه به شرایط زمان و مکان در نظر گرفته. گاهی هم چالش های در قسمت تطبیق قانون اساسی در افغانستان ما مشاهده میکنیم که همانا شما بحث انتخابات امروز دارین، سایر بحث مالیات و سایر موارد دیگر را دارین که گاهی در افغانستان مشاهده میکنیم. اما در اینجا عیبی در قانون وجود نداره که قانون در این مبحث چیزی را گنگ مانده باشه، ولی مشکلی اساسی از مجریان این قانون اساسی هستند که گاهی وقتا قانون را به چالش میکشن یا دغدغه های فرا قانونی را مطرح میکنن که در اینجاست باز قانون اساسی در حقیقت در یک وضعیتی قرار میگیره که مردم فکر میکنن و کسایی که کمتر آگاهی از قانون دارن، چون ما در جامعه زندگی میکنیم که در اینجا حاکمیت قانون محدود شده و مردم کمتر از قانون آگاهی دارن، فکر میکنن که در قانون اساسی چنین چیزی نیست، حالان که در هر بند قانون اساسی، در هر ماده قانون اساسی تمام حقوق و امتیازات و وجایب و تکالیف اتباع را روشن ساخته. متاسفانه اینی بحث ها باز باعث میشه که گاهی وقت از دید بعضی ها فکر میکنیم قانون اساسی عیبی خود داره، حالان که چنین نیست. جناب استاد، تکرار اگر وضاحت بیشتر بتیم که از لحاظ شرایط فعلی افغانستان قانون اساسی جوابگوی نیازمندی های شرایط فعلی ما است، یک و دوم، شما در گفته هایتان اشاره داشتین که با توجه به مثال هایی که در قوانین نافذه کشورهای همسایه در قوانین اساسیشون دارین، یک نوع برتری حقوقی را قائل شدین به نظام حقوقی افغانستان. میشه ارتباط و وضاحت بیشتر بتین چگونه؟ دقیقا شما نگاه بکنین، از آدرس قانون اساسی سایر قوانین دیگری باید زاده شود که ما ارگان وضع کننده زیر پارلمان داریم که پارلمان بنابر هر ماده قانون اساسی به قوانین عادی را وضع و تصویب بکنه. متاسفانه پارلمان شما در چند دوره کاری مطالعه و مشاهده بکنین که اینها قادر به تصویب قوانینی که منشأ میگیره از قانون اساسی نبودن. اما حالا بار استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته که
400 سند حقوقی در 5 سال حکومت وحدت ملی تعدیل یا توشیح شده. این دستاورد به نظر شما پارلمان نقش نداره؟ شکی نداریم. وقتی ما میگیم سند حقوقی، اینجا سلسله مراتبش را در نظر میگیریم که این سند حقوقی میثاق بوده، این سند حقوقی کنوانسیون بوده، این سند حقوقی پروتکل بوده، الحاقیه بوده، قانون عادی بوده، طرز العمل بوده، لوایحی بوده، اینجا در نظر میگیریم. شکی نیست که سند حقوقی زیاد در افغانستان تصویب شده، ولی ممکن از لحاظ اجرایی سندی بوده که مثلا بر مبنای سلسله مراتب قانون در رده 7 یا 8 یا 4 یا 5 قرار داشته. پس ما دنبال اصل بیشتر باشیم و بیشتر مشکلات خود از اصل باید مرفوع بکنیم یا بیایم به فرع. در رابطه من تردیدی ندارم که خیلی از اسنادی بوده که ما مثلا داشتیم با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه، ولی در اصل در حقیقت نگران کننده هستی. بس سپاس. یک میان برنامه میگیم، در ادامه با هم باشین. برنامه برنامه تحلیل خوش آمدین. موضوع محوری برنامه امروزی تحلیل که از طریق تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد نشر می شود، ویژگی های قانون اساسی است. جناب آقای امینی، بحث را که استاد ایثار مطرح کردن ایست که قانون اساسی فعلی افغانستان در تناسب با قوانین اساسی منطقه برتریت داره. میشه از شما بیشتر راجع به این مورد بدانیم؟ در شکی نیست که کشورهای منطقه قوانین اساسی را که دارن، او قوانین اساسی از او قوانینی بعد از بحران نیست. قوانینی هست که آهسته آهسته نظام ها را تجربه کرده آمدن، دیگه زیاد مسائل را او بر نخوردن برش که زیاد فوکس بکنن به ارتباط قوانین اساسی مربوطه شان و خیلی مسائل را در او قوانین بیارن. برعکس افغانستان چون کشوری است که تقریبا دو دهه بحران پشت سر گذاشت، قبل از دهه 80 دو دهه چی که تقریبا دو نیم دهه سه دهه، و متخصصینی که قانون اساسی افغانستان را موظف به تهیه مسودهش بودن و بالاخره بود مسوده از او را بازنگری میکردن، بر علاوه که متخصصین خیلی ورزیده بودن که در افغانستان بودن، بسیار کسایی بودن که در بیرون از افغانستان هم بودن و بسیار مطالعه عمیق از قوانین اساسی کشورهای منطقه و فرامنطقه داشتن و تجارب چند سال زندگی را در کشورهای اروپایی و غربی و منطقه و اسلامی داشتن، اسلامی و غیر اسلامی. بعد که اینا نشستن در تهیه مسوده قانون اساسی، طبعا با در نظر داشتی تمام تجارب و معلومات و یافته هایی را که از کشورهای منطقه و فرامنطقه داشتن، کوشش شده که در قانون اساسی افغانستان از همه اونها استفاده بشه. به این منظور است که قانون اساسی افغانستان را میگن که در سطح منطقه یک قانون کاملا وجه هست. اما کشورهای همسایه آقای امینی میتونن تعدیل بکنن قانون اساسیشان، آزادی های فردی را تامین بکنن، آزادی بیان را به رسمیت بشناسن و تضمین بکنن. فکر نمیکنین که نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در افغانستان تضمین کننده تصویب چین قانون اساسی بوده، نه ویژگی های کشور پس از بحران؟ من بخواستم همی را بگم که کشورهایی که 5 دهه 6 دهه اقلا 50 سال 60 سال و در اونجا بحرانی نبوده، مشکلی نداشتن، نظام ها پا بر جا بوده، اونا باز 5-6 دهه تانستن که نوع حقوق را برای اتباع قائل بشون. اما خوشبختان افغانستان بعد از بحران آنن یک کشور نوپا، یک نظام نوپا آنن قد علم کرد به که تمام حقوق اساسی و بنیادی که ایجاب میکنه برای اتباع داده شود، از آغاز تعداب گذاری نظام همه اون مسائل در قانون اساسی افغانستان آمده. طور مثال ما بحث خود حاکمیت را داریم که یکی از مسائل خیلی مهم است در نظام ماده 4 قانون اساسی حاکمیت در کاروان است با کی تعلق می داشته باشه. اینجا فوق العاده حق داده قانون به ملت که حق حاکمیت در افغانستان تعلق می گیره به ملت که توسط نماینده هایشان یا چی مستقیم خودشان حاکمیت را خودشان تمثیل میکنن و به وجود میآورند.
موضوع حق آزادی بیان را فوق العاده قانون اساسی افغانستان تضمین کرده، بر مبنای می تضمین حق خود قانون اساسی افغانستان بود که ما قوانین فرعی دیگه داریم، قانون رسانه ها را داریم، قانون حق دسترسی به اطلاعات را داریم، قانون مواد 24 34 و 50 قانون اساسی، چندین مورد قوانین رسانه حق دسترسی به اطلاعات یا قانون رسانه ها چندین دفعه بازنگری شد. هر وقت که جواب میکرد که مشکلی هست فورا قانون بازنگری میشه تا اینکه مشکل مرفوع بشه. موضوع این چیزی را که افغانستان 14 جنجال را پشت سر گذاشتن و بیشترین کشورهای همسایه استفاده کردن از این کشورهای منطقه، موضوع معتقدات مردم افغانستان بود که فوق العاده قانون اساسی در ماده دوم و سوم به این اشاره کرد که دین مردم افغانستان دین اسلام است. این در حقیقت یک مانع بود برای تمام کسایی که با استفاده از دین میخواستن که علیه مردم افغانستان مسائل را. حالا آقای امینی میایم روی بس در لابلای بحثی را که شما مطرح کردین، کلمه اتباع مطرح شد و یکی از نقدای را که بعضی ها دارد ایست که اتباع به معنای تبع و تبع تابعیت و یا تابع بودن یک نظام، نوع ای را مرتبط میتن با شرایط نظام های بسته. تا چی حد میپذیرین؟ اونا میگن که جاگزین تبع یا اتباع در نظام های مردم سالار یا دموکرات شهروند است. میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم. من هیچ تفاوتی رو نمیبینم، اما اتباع هم شهروند است. خب اتباع یک واژه تقریبا نیمه عربی هست که در فارسی و دری و چیزا هم از او استفاده میشه. میشه که ما شهروند داشته باشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. اما پس از لحاظ حقوقی به باور شما اتباع و شهروند دارا یک جایگاه است؟ هیچ مشکلی نداره، تنها مفاهیمش مفهومش واحد است و جاها فرق میکنه، دیگه هیچ مشکلی نداره. اما اتباع هم شهروند است. مسائل را که قانون اساسی برای اتباع حقوقی را که قائل شده، این حقوق شهروند است که زن و مرد همگی در او شامل هستند. هیچ مشکلی من نمیبینم. بحثی بود که قانون اساسی با نظر داشتی شرایطی که موجود بود و یک قانون تدوین شد و آمده شد، بسیار مسائلی را که ما در کشورهای منطقه نداشتیم در این قانون پیش بینی شدن. طور مثال مال شما در قانون اساسی چه برین؟ قانون اساسی پاکستان، زبان رسمی پاکستان زبان انگلیسی است که در حالی که اونجا مردم پشتو صحبت میکنن، مردم بلوچی صحبت میکنن، مردم به زبان پنجابی صحبت میکنن، نمیفهم که 30 چند زبان مردم در پاکستان صحبت میکنن و زبان رسمی زبان انگلیسی است. برعکس زبان رسمی افغانستان هم زبانی دری و پشتو و هم زبانی سوم در هر جایی که بیشتر مردم تکلم به او میکنن زبانی رسمی است. این به معنای از این هست که بیشترینه در اینجا حق داده شده برای امو نیازمندی ها و خواسته های مردم که به اساس امو خواسته ها بحران به وجود آمد. کسی ادعای قومیت میکرد، کسی ادعای زبان میکرد، کسی ادعای مذهب میکرد. کلی مسائل را قانون اساسی تنظیم کرده که در قانون اساسی آمد. سلامت. فصل دوی قانون اساسی حقوق و وجایب شهروند است. با اونو همراست تا چی حد فکر میکنید که قانون اساسی زنها را مساوی با مردا قلمداد کرده؟ زمانی که در ماده 22 قانون اساسی میگه هر گونه تبعیض میان زنان و مردان ممنوع است و هر دو دارای جایگاه و حقوق مساوی در مقابل قانون اساسی تن، و در سایر مواد هم تا ماده 58 یا 59 که فصل دو پایان میپذیره واژه ادبا استعمال شده یا مو شهرونده که بحث مرد و زن مطرح نشده. با باور شما آیا چون این نگرش در قانون اساسی میتونه تضمین کننده برابری شهروندان به شمول مرد و زن از لحاظ حقوقی شود؟ حتما، چرا نه؟ به خاطر از اینکه قانون اساسی ما در هیچ کدام مشکل نداره و در برگیرنده اینمی است که در قسمت 22 گفتین که خانم و آقا را برابر در نظر گرفتن و همچنان حق رأی که برای خانم ها و مردان در یک سطح در نظر گرفته شده. دقیقا، ماده 33 قانون اساسی انتخاب کردن و انتخاب شدن هر شهروند است. بله، هر شهروند، یعنی در اینجا تفکیک نکرده که برای آقایان است یا برای بانوان، گفته هر شهروند. و در ماده 58-59 سر از این بحث میکنه که شهروند یعنی هم میتونه متشکل از آقا و بانو باشه، یعنی همو تقسیمات یا 50% حق بر خانوما داده شده و هیچ مشکل در حقوق اساسی نیست که ما بگویم تبعیض بین مرد و زن قائل شده. و اتفاقا در ماده 54 قانون اساسی دولت متعهد به حمایت از طفل و مادر و
خانواده شده که یک ویژگی خاص دیگه هم سپاس شما. استاد ایثار، شما میخوایم درباره برابری شهروندی در قانون اساسی بدانیم تا چی حد به باور شما رعایت شده و با فرمودهای آقای امینی آیا موافق هستین یا دیدگاه دیگه دارین؟ حق شهروندی حق مسلم هر طبعه هست. واژه طبعه چون ما بیشتر در نوشتار و ساختارهای نوشتاری متأثر از واژه‌های عربی هستیم و قانونگذار هم در اونجا بحث طبعه را مطرح کرده که فارسی از شهروند و اگر به انگلیسی بگیم سیتیزن که همو شهروند میشن کسانی که در همو نقطه زندگی بکنه و تکلیف خلق بکنه. اونی که تکلیف نداره بودو شهروند نیست یا مو طبعه نیست. تکلیف به معنی از اینکه مالیات پرداخت بکنه، تعلیم و تربیت، بله تمام از اینا باید داشته باشه که ما عام‌تر صحبت میکنیم، چون بیننده ها اگر زیاد بحث حقوقی بسازیم شاید در تفسیر واژه ها یک مقدار چیز شوه. نقطه دوم، حق برابری برای همه طبعاست و همونطوری که انکشاف متوازن در افغانستان همه حق هم است، حق برابری هم حق هم است. اما ای که دولت در قسمت ای برابری تعلل کرده نقص در قانون اساسی نیست، بلکه تفسیری از قانون اساسی را ممکن یک مقدار محدودتر کرده باشن. امیالی شما نگاه بکنین که خیلی از ادارات دولتی ما در سطح ولسوالی نمایندگی ندارن، یعنی شعبه سوم را ندارن. ممکن کسانی که بخواهد به مو با یک مشکلی که داشته باشه تا بخواه به اداره ولایتی و بعد هم به اداره مرکزی برسه خود از یک نوع چالش است، خصوصا در جامعه مثل افغانستان که هنوز هم ما بین سنتی و مدرنته گیر ماندگی هستیم که یک خانم چطور بتونه شکایت خود را درج بکنه، یک شخص متضرر چطور بتونه شکایت خود را درج بکنه. این یک نوع چالش هست. ما امیدوار به این هستم که با توجه به احکام قانون و با توجه به رعایت اصل برابری و اصل شهروندی قانون اساسی حکومت مسئولیت بگیره، اونچه که برابری افراد هست چی در تعلیم، چی در تحصیل، چی در سایر آزادی های دیگر استاد ایثار بخش بس امگان از نکات مثبت قانون اساسی سخن گفتن، چی شما، چی انجینیر امرا، چی آقای امینی. بس اساسی پس در اینجا است که حالا چرا مخالف مسلح حکومت باز میایم که قانون اساسی رو تعدیل کو باز ما با تو صلح میکنیم، یکی از شروع چون تعدیل قانون اساسی پس قلمداد میشه. دقیقاً یک نکته نگرانی امی بس هست. هر قانونی که مزایا داره معایب هم داره، اینطور نیست که معایب نداشته باشه. مشخصاً اگر شما عرض میکنم در عقب میز مذاکره از آدرس مخالفین مسلح نشسته باشین، با باور شما کدام مواد قانون اساسی باید کنار زده شوه؟ دقیقاً عرض میکنم مخالفین مسلح در رأس ممکن کسایی بوده باشه که علم حقوقیشان ضعیف باشه، حتی در قسمت علم شرعی از اونا گاهی من شک میکنم، به خاطر اینکه این همه انتحار و انفجار و کشتار رو میبینم، در قسمت علوم دینیشان من شک میکنم که در دین این همه کشتار و انتحار و این بحثا را نه خداوند فرموده و نه هم پیامبر خداوند فرموده و نه سایر پیامبرها فرموده، درست؟ چی بسا اینکه او بیا روی بحث قانونی. ما این را به این شکل مطرح میکنم، یک نگرانی و یا هم یک پیش شرط اونایی بود که قانون اساسی جنبه دینیش ضعیف است، پیشترم رئیس اشاره کردن. اما در ماده 3 قانون اساسی قید جدی آورده، نه تنها ماده 3، ما ارزومی است که با توجه به کاوشی که از قانون اساسی ما داشتیم، ما میگم 20 مرتبه به شکل صریح موضوع دین در قانون اساسی تجلی پیدا کرده و حدوداً بیشتر از 100 مرتبه به شکل غیر صریح. به شکل صریح وقتی میگم معنایش چیست؟ همونطوری که ماده دوم سوم را شما اشاره کردین، بر بگردین برین در بیرق، بر بگردین برین به سرودی ملی، بر بگردین برین به تعلیم و تربیه، بر بگردین به دیگر بحث ها، یعنی بحث صریح هست، تقویم ما شما در اینجا نگرانی وجود نداره. ولی اونایی که میان این را خط سرخ برای خود میدانن، علم شرعیشان یا ضعیف است یا اینکه قصدن به شکل عمدی میخواهند دنبالی بس باشن. ولی در غیر صورت ما چالش نداریم. در هیچ جای قانون اساسی ما نیامده که مثلا
ما نیروی آمریکایی را در افغانستان با شکل مدام العمر داشته باشیم، ولی میتونیم بر مبنای ماده 7 قانون اساسی، کنوانسیون و میثاق و پیمان و پروتکل اینا عقد بکنیم، نه تنها با آمریکا، با هر کشوری که با ما منافع داره، منافع درگیر داریم با هم دیگر. پس این نمیتونه به عنوان یک بنبست خیلی کلان برای مخالفین حکومت ما بوده باشه که حتی منجر به تعدیل قانون اساسی شود. پس شما من حیث یک کسی که یک بار دیگه تکرار اگر تاکید کنم در عقب میز مذاکره با حکومت بشینین، به باور شما اونا کدام مواد میخواین که نباشه در قانون اساسی فعلی؟ یک شرطی از اونا بحث تغییر نظام هست. جمهوریت باید تغییر بکنه؟ تغییر بکنه. حالا شما ببینین بدیل جمهوریت را ما چی داریم؟ چون ما از 1919 اگر محاسبه کنیم تمام نظام ها را تجربه کردیم، اگر از 1947 زمان احمدشاه عبدالی محاسبه کنیم تمام نظام ها را تجربه کردیم. هیچ نظامی مثل امروز برای اتباعی خودش حق نداده. شما ببینید به قانون اساسی دوره شاهی ماده 125 است فکر میکنم، در اونجا زبان رسمی تنها پشتو را میدانه و حال زبان رسمی پشتو داری با توجه به نفوذ ولایت که با هر زبان تکلم میکنه زبان سوم هست. پس ما بر بگردیم به زبان حکومت شاهی، یک زمان زبان رسمی باشه، یا همونطور بر بگردیم به زمان به زمانهای تیمورشاه و به زمانهای شاه شجاع و سایر کسای دیگری. پس بدیل جمهوریت را ما چی داریم؟ وقتی بدیل جمهوریت را نداریم قناعت بکنیم. اگر بحث امارت مطرح میکنیم، تجربه از امارت ما 7 سال در افغانستان داشتیم، اما طالبان میگه که حالا ما تغییر کردیم، ما به اون نیت نمیاییم، ما که امارت بیاییم امارت مدرن تر میاریم. تا چی حد به این وعده‌شان خوشباور هستین؟ من فکر میکنم که آزموده را آزمودن خطاست. اما طالبی که فعلا در قطر زندگی میکنه بگو کدام بچهش ماستری گرفته، کدام دخترش در قد لیسانسی کدام بخش شده که فردا در نظام بگویم بیا شما شریک هستین، اولادتان معرفی بکنین به عنوان به اصطلاح وزیر و به عنوان رئیس. اما رئیس جمهور غنی میگه اونا از زندگی ثروتمند برخوردار هستن، 3-4 بار هم ازدواج کردن، به قول معروف ساعتشان در دوی قطر تیر است، نان خوب میخورن، جای خوب دارن، موتورهای خوب سوار میشن. فکر نمیکنین که شاید زمینه تحصیل هم فراهم کرده باشن با توجه به خوبیا؟ یقینا ما در قسمت درآمدهای مافیایی افغانستان شک نداریم. در افغانستان خیلی از آدما ثروتمند شدن، حتی کوچکترین افراد، در اون رابطه ما تردید نداریم. ثروتمندان در افغانستان خیلی ساده است. سپاس عزیزان هموطن. در بخش اخیر برنامه تحلیل بیشتر خواست مخالفین مسلح جهت تعدیل قانون اساسی را به تحلیل خواد گرفتیم. با ما باشین. بازم خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل و موضوع امروزی ما ویژگی های قانون اساسی فعلی افغانستان. جناب آقای امینی استادی سار گفتن که یکی از خواستهای مخالفین مسلح ممکن است تغییر نظام باشه. آیا جمهوریت در تضاد با ارزش های دینی است به باور شما؟ من به این باور هستم که خب نظام ها طبعا به هیچ نام جزی که ما خلافت را در شریعت داریم دیگه به هیچ نام ما در متون دین نداریم که به نام امارت شما چیز ندارید در متون دین. خب طبعا امیرا بودن، اما مو چیزی که واضح و روشن هست موضوع خلافت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که 30 سال خلافت می بعد از او امارت می و امارت هم نتیجهش اینمی گتواتی ها و هرج و مرج و حکومت های ملک الطوایفی اینمی چیزها طبعا می بوده باشه. شاید یکی از اون مسائلی که مطرح میشه در انشالله که سال صورت بگیره در مذاکرات، تنها یکی از مسائل میشه موضوع تغییر نظام باشه، اما بسیار مسائلی هست که از دیدی ما و شاید سرش بحث بکنن. اما قسمی که موضوع آزادی بیان هست شاید کمکی حالا رئیس پاکستان سرش. جمهوری اسلامی که بیشتر مخالفین مسئله در اونجا پناهگاه دارن، شورای میرانشاه، شورای پشاور، شورای کویت است. ایران جمهوری اسلامی که بیشتر این مخالفین مسلح به اونجا رفت آمد دارن، همسایه شمالی ما نام جمهوری، حالا جمهوری دموکراتیک خلق است یا هر جمهوری دیگه است، نامشان جمهوری است. سوریه جمهوری است، اندونزیا جمهوری است، یک تعداد زیاد دیگر از کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی با نام جمهوری آغاز میشه. فکر نمیکنین که
تنها جمهوری به افغانستان نامش روست که باید تعدیل شود نامش کنه. نه من باید باور هستم که زیاد این بحث جمهوریت قرارشون بحث کلان نیست که اولین هدفشون این بوده باشه، چون ما داریم مدلای زیاده داریم در کشورهای همسایه، یا حکومت است یا جمهوریت است، همون دی چیز است، این شاید زیاد مطرح بحث نباشه. یکی تغییر نظام از لحاظ شاید تشکیلاتی بوده باشه که آیا به این شکل جمهوریت پیش بره یا شکل صدارتی باشه یا مسائل دیگری باشه. به نظر من مباحثی را که واز زیاد سرش فوکس بکنن، یکی مسائلی شاید آزادی بیان بوده باشه، چون به حد و حصرش است. حالا آزادی بیان در تضاد با ارزش شایدی نیست؟ با استفاده از آزادی بیان ما شما شاهد هستیم که امروز چین و بلا و مصیبتی نیست که در تلویزیون افغانستان نبوده باشه. یعنی مسائل شاید کمه که قیودات واسه شود با استفاده از آزادی بیان. یکی آزادی بیان نیست که ما در اسلام او را وخی فوق العاده برش ارج گذاشتن. شما به حق نقد احترام میگذارین؟ من بون این که میگم تکمیل شود. یکی آزادی بیان به معنی از این هست که هر کس حق داره که اظهار عقیده بکنه، انتقاد بکنه، نقد داشته باشه، انتقاد بکنه. یکی به معنای آزادی بیان است. ایره قطعا اسلام برش حق قائل شده، ایره اسلام برش ارزش قائل شده. یکی آزادی بیان به معنای ازی است که کس بخیزه دین حد بکنه، کس بخیزه شخصیت ها را اونجا توین بکنه، کس بخیزه مثلا فیلم های مبتذل و نفهم چی رسانه ها از با استفاده از آزادی بیان فیلم های مبتذل و خب حالا احترام گذاشتن به شعائر ملی و اسلامی مکلفیت همگانی است، درست است آقای امینی؟ اما متاسفانه قراری که ما شاهد هستیم دمی بعد از این فاز قانون اساسی تا کنون را که تقریبا 16 سال میگذره از عمر حکومت، دمی 16 سال متاسفانه به امی ماده سوم قانون اساسی که هیچ چیز مخالف مغایرات دین اسلام بوده نمیتونه، هیچ تلویزیونی الا ماشاءالله دیگه در افغانستان عمل نکرده. اما من که مخاطب یک تلویزیون هستم، کنترل تلویزیون پیشم است. اگر نشراتش متناسب با میلم نیست، امروز جامعه چند صدایی است، رسانه‌های گوناگون است. مثلا کسی که امیل از دوست نداره سریال ببینه، برنامه تحلیل ببینه. حالا نیست، این بحثی نیست. بحثی است که ما وقتی که قانون میگه که در افغانستان قانون اساسی قد میکنه که هیچ چیز، هیچ قانونی خلاف معتقدات دین اسلام بوده نمیتونه، پس فیلم های مبتذل که جامعه را بکن میبره. شما باور بکنین که یک بخشی از، شاید با ما دوستای دیگه موافق باشن، یک بخشی از مسائل خشونت علیه خانم ها که فعلا در افغانستان اعمال میشه الهام گرفته از همین فیلم های مبتذل است. کسی دیده که خودکشی میگیره، کسی دیده که خود آتل میانداز سر. فکر نمی که نبود یک پالیسی ملی نشراتی از سوی حکومت سبب به قول معروف آنارشی یا بی‌بازخواستی در یوزه شده؟ طبعا که بحث فساد هم به این کمک کرده، نخواستن اون مسئولین بخشش که کنترل داشته باشن از نشرات تلویزیون ها و همی سایت های رسانه ای. و بحث دیگری ده که طالبا به نظر ما مطرح میکنن موضوع حقوق زنا هست، شاید اونا بدید دیگری باشن. و بحث سه اون از این نیست. حالا یک نکته وضاحت داگه بتین، اگر طالبان تعدیل ماده 22 قانون اساسی را بخواین، شما الان من حیث یک کارگزار حکومت، نه من حیث یک شهروند افغان، طرفدار تعدیل ماده 22 هستین؟ من میخواستم را بگم که طالبا شاید یکی از مواردی را که مطرح میکنن امی بوده باشه. اگر مطرح کنن، گفتم به باور شما، نه من حیث یک کارمند حکومت، نه من حیث رئیس عدلی بلخ، من حیث یک شهروند افغانستان، طرفدار تعدیل مادی 22 قانون اساسی هستین؟ از دیدی من به این باور هستم که زن و مرد در برابر شریعت و قانون حق مساوی دارن. این به معنای از این هست که این ماده 22 قانون اساسی قطعا این نمیره میگه که مرد با مجرمی که مجازات میشه، زنم با مجرم مجازات میشن. مرد قسمی که دارای حقوق امتیاز در دولت میباشه و حق باید حق تعلیم و حق کار و حق مسئولیت و حق گرفتن خدمات سیوی گپارا داره، عین شکل این حقوق خانم‌ها هم داره. این به این معنا هست. اما ما در فروات وقت که بریم دی شکی نیست که اکسل مسائل دیگه هم آمده، مثلا که ناگزیر سرش وقت که ما در فروات میریم حتما قابل بحث است. و سوم موردی را که احتمالا طالب ها سرش بحث میکنن، موضوع مورد حقوق بشری هست که قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته ایره و کمیسیون ایره به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رسمیت شناخته، مطابق ماده 58، مطابق ماده 58 که اینا حق نظارت بر اعمال حکومت دارن، حق نظارت بر موارد نقض حقوق بشری را دارن. شاید در اینجا هم یگان مواردی مطرح بشه که حالا من حیث یک شهروند افغانستان مطابق ماده 4 قانون اساسی گفته شده که حاکمیت حق افغان است و
و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتونن در حاکمیت نقش ایفا کنن، درست است؟ حالا اگر بحث امارت بیان اونا مطرح کنن، دوباره باز بگردیم به بحث اصلی، میکانیزم شکل گیری امارت میتونه قابل پذیرش برای شهروندای افغانستان باشه؟ دیگر من شهروند ماده 33 قانون اساسی منتفی است، نمیتونم در انتخابات اشتراک بکنم. من مطمئن هستم که موضوع امارت دیگر منتفی است، به هیچ وجه دیگر مطرح نمیشه. خب در حد مطرح احتمالا شاید مطرح شوه، اما ای که این در پرنسیب قبول شد من مطمئن هستم که قطعا قبول نمیشه، چون ما فعلا یک جامعه زندگی میکنیم، هدف ما از جامعه کل جهان است که فعلا به عنوان یک دکده کوچک تبدیل شده. ما در جهان زندگی میکنیم که در جهان مدل یا نمونه از امارت ما نداریم. وقتی ما در جهان نمونه از امارت نداریم، به معنای از این هست که تمام مباحث منتفی هست. سپاس. یا حکومت میبوده باشه یا ریاست میبوده باشه، جمهوریت، اما ناگزیر در سیستم، در ساختار شاید حتما مسائل بوده باشه که مطرح باشه. شکر. بانو امراض، طالبان رسما در ماه قوت 1380 هجری خورشیدی از اریکه قدرت کنار داده شدند، بنابرای که میزبان شبکه القاعده بودند به رهبری اسامه بن لادن و حادثه 11 سپتامبر خلق شد. کسی که در ماه قوس 1380 به دنیا آمده، امروز چند ماهی از 18 سالگیش هم گذاشته، کسی که اگر صنف اول مکتب در سال 81 شروع کرده، امروز از دانشگاه ممکن است حتی از مقطع ماستری پایان نامه به دست آورده باشه، فکر میکنین که این نسل اجازه بده نسل تحصیل یافته در 18 سال گذشته که از مکتب شروع کرده تا دانشگاه و مقطع ماستری هم ممکن است پیش رفته باشه، اجازه بده که یک بار دیگر افغانستان به دوره قبل از سال 2002 میلادی یا 1380 باز بگرده؟ این فکر میکنم که خب امکان نداره و بسیار یک سوال را کردین که جوابش معلوم داره هست، به این علت که ما سطح فکری ما با 18 سال پیش متفاوت هست. در وقت ممکن است که آله گفته رئیس صاحب که به یک دهکده جهانی کوچک تبدیل شده و حال شما میبینین که از طریق اطلاعات، از طریق هر بخش ذهنیت انسان ها فرق کرده و اخباری که هر لحظه اپدیت میشه و هر کس ذهنیت متفاوت داره، یک دیدگاهی داره که مطمئنن هیچ کس نمیخواد که اون مفکوره باشه. و بحث سر اینجاست که آل حق مثلا شما امارت را گفتین یا حق انتخاب تعدیل شوه، هیچ کس نمیخواد که به این صورت صلح به وجود بیاره. میگیم صلح به وجود بیاره مطابق قوانین اساسی، این دستاور 18 سال نباید زیر سوال بره، باید که در واقع بخش های پیشرفت بر خانم ها باشه. مثلا شما بحث امارت را وقتی مطرح میکنین، حق انتخاب طبق ماده 33 لغو میشه و حتی در این بین نه تنها حق شهروندان که اما حقوق بانوان هم لغو میشه، که یعنی اونا هم نمیتونن که در عرصه داشته باشن. یا در بخش ماده 4 که انتخاب کردن و انتخاب شدن حاکمیت حق هر افغان هست، حاکمیت حق هر افغان هست، این هم از بین میره. به این لحاظ که یک در بخش حکومت یا حکومتداری میتونه خانم هم سهیم باشن و متاسفانه که در او بخش و بیشترین حمله شان هم فکر میکنم سر حقوق بانوان باشه، که حالا اگر که امو اشخاصی که شما میگین که تحصیل کردن، اگر آقایان را در نظر بگیریم، نصف جامعه ما که بانوان هستن و 49% جامعه ما را به وجود میاره، اونها سهمشان باز از بین خاطره و هیچ کسی قبول نداره. پس شما موافق هستین که افغانستان قبلگرد تجربه نخواهد کرد و ما بازگشت به 20 سال پیش شاید نخواهد بودیم؟ دقیقا، ما هیچ وقت نمیتونیم دستاور 18 سال گذشته ما را نادیده بگیریم. سپاس. استاد ایثار، موارد که آقای امینی مطرح کردن، میخوایم از شما بپرسیم که با توجه به فرموده های آقای امینی و پرسشی که از بانو امراض داشتم، آیا دستاورده های 18 سال گذشته را میشه وجه المصالحه قرار داد یا از اینه جهت تأمین صلح ساخت؟ دقیقا، وقتی ما حرف از دستاورد میزنیم، بیم دستاورد تعریف کنیم دستاورد چی است. حالا امی که رسانه های خصوصی فعال است، امی که نهادهای مدنی
حق تجمعات دارن، حق نقد دارن، امی که چون گفتمان های برگزار میشه در دوره طالبان تنها یک رادیو شریعت بود دیگه. شک نداریم ما آزادی بیان داریم، آزادی بیان آمده، رسانه های چاپی، رسانه های تصویری و رسانه های صوتی را در اختیار ما قرار داده. پس جمع صفحه اجتماعی مجازی دقیقاً. پس ما هم به عنوان یک شهروند مسئول ببینیم که رسانه ها چی نشر میکنن. این طرف آزادی بیان برای ما حق داد، این طرف هم سانسور برای ما گفت. حالا در قسمت سانسوری کی به مسئولیت بگیره؟ درست؟ تلویزیون پیکان برنامه‌ای خوب داره، برنامه‌ای ممکن دینی داره، ولی کس تماشا نمیکنه. اما شما نگاه بکنین که از صبح تا دیگر مردم تلویزیون تورو با مرای تا چهار مولوی رحمت الله بزرگ که از علمای جید ولایت بلخ مستقیم به پرسش های دینی مردم از طریق تلویزیون پیکان پاسخ میده. شک نداریم. عرض ما ای است که وقتی آزادی بیان آمدیم گرفتیم، حق مسلم خود دانستیم، سانسور کردن هم حق مسلم خود بدانیم. حالا پارادوکس است. بحث محتویات نشرات یک بحث دیگه است، اما اگر من مجموع آزادی بیان ما من یک دستاورد قلم داد میخوایم در دیگه بخش صحبت بکنیم که امروز ما حق نقد داریم، این حاضر هستین تعدیل بکنیم در مقابل سلبی آیا؟ ما تعدیل نمی کنیم، ولی سانسور اگر حق بتیم به معنی تعدیل است. وقتی حق بتیم که برنامه های مبتذل خلاف بحث شریعت هم میمونیم کنار. شریعت با تمام معنا با اون چی که خیلی از رسانه های ما نشر میکنن مخالفت داره. به این بحث اجتماع، دو جوان عبارت از خواهر و برادر در یک خانه میشینن، وقتی یک تلویزیون یک سریال رو میمانه که در اونجا یک دختر و یک پسر نیمه برهنه با هم چی فجایع را انجام نمیتن، آیا چون این اجتماعی بس دینیش رو میمانیم کنار؟ حالا دین صحبت نمیکنیم. در خانه کامره مدار بسته نصب بوده. عرضیم چی است؟ پدر فامیل لطف کنه کنترل تلویزیون درست بگیره، شبکه رو تغییر بده. عرضیم چی است؟ پدر فامیل مسئولیت این قسمت نمیتونه که به شکل کار بکنه. عرضیم سانسور هست. وقتی سانسور شما اعلان بکنین، وقتی به این قانون سانسور را بسازین، برای سانسور حق بتین، بدیل اوتومات... شبکه های جهانی است، بدیلش صفحات اجتماعی است. شما ببینید زمانی که مدیریت از سطح خانواده درست شود، زمانی که یک پدر یک مادر مسئولیت خود را به شایسته‌ترین شکل ایفا کنه، زمانی که در کنار فرزند خود نشینه و سریال مفتزل هندی یا ترکی یا دیگر سریال ها را نبینه، حالا حکومت در این عرصه فکر نمیکنید که کمتر مسئولیت داره، بیشتر درجه یک خانواده مسئولیت داره. و دوم، رسانه ها پیشتر به آقای امینی گفتم که نشرات گوناگون داریم، جامعه چند صدایی داریم، گفتم اینمی لحظه که برنامه تحلیل تلویزیون پیکان از چندی شبکه سریال است، اونو نبینن بینی رو ببینن. اما مطمئن باشین که در خانواده ها اینمی حال ممکن است که دو نفر اگر تحلیل ببینه اکثر دفت در اتاق دیگه سریال میبینه. شما دقت بکنین، ممکن مادر معلم مکتب باشه، نمیشه تا شام اولاد خود کنترل بکنه. پدر هم نانوآور خانه است، صبح دقت بکنین، اما بیشتر سریال شبانه میبینن. دقت بکنین، تکرارش روزانه هم داریم ما، خیلی از سریال ها را، خیلی از برنامه‌های مبتذل داریم. بیشتر دوستا در کار هستند. دقیقاً. ولی پدر هم از ساعت 8 به رسمی داره تا ساعت 4 دیگر در اداره دولتی یا غیر دولتی، در مکتب، در جاهای دیگری. اینالی در اینجا سانسور وقتی میگیم معنیش این است که برای رسانه‌ها گفته شوه، طرز العمل داده شوه که برادر تو کدام موضوع میتونی نشر بکنی؟ در ماده 44 قانون رسانه‌ها امنیت روانی و سلامت اجتماعی از مکلفیت هایی است که یک مسئول رسانه باید در نظر بگیره. دقیقاً. خیلی از رسانه های ما عدول کردن. خیلی از رسانه های ما ممکن 120 تلویزیون خصوصی در افغانستان باشه، 20 اش فرموده شما موافق هستم که چون برنامه‌ای را دارم تعقیب میکنم، مثل راه فردا و پیکان و نمیفهم یکی در تلویزیون های دیگر تمدن و اینا، ولی 100 رسانه دیگر جز سریال ها و آهنگ های مبتذل برنامه دیگری برای حالا در کنار بسایر که داریم. یک بسی. بس دوم، شما فرض بفرمایید که طالب ها با ما صلح کردن، حالا ما با کار با فرموده طالب ها نظام هم تغییر دادیم و کارهای دیگر هم. یک مثال ارقامی میخواییم برتون مطرح بکنم. حکومت طالب ها در افغانستان 7 سال بود. در 7 سال درب پانتون و درب مکتب خصوصا بروی بانوان بسته بود. فکر بکنید نیمی از جامعه ما را اجازه بدین ما بروز شدیم، اجازه بدین نیمی از جامعه ما را امروز ادعا میکنین که زنها تشکیل میده. اگر 30 میلیون باشیم 15، اگر 40 میلیون باشیم 20 میلیونش. شما ببینین که 7 سال ضرب 20 بکنین، ما حدوداً 200-300 سال یک قشر عظیم جامعه ما از دانش اسلامی و دانش انسانی فاصله گرفته، نه دانش اسلامی را دانسته و نه دانش انسانی را. پس
نگرانی هست که اگر ما تن بتیم آیا قربانی بکنیم ارزشه؟ این راه حل نیست. پس کل تیم طالب ها با توجه با تمام دغدغه‌اش در افغانستان 1,000,000 خواهد بود، بیشتر از 1,000,000 نیست. حالا در مقابل 1,000,000 شما میخواین 39,000,000 دیگر برش صدمه برسانین؟ این راه حل نیست. امروز حکومت هم خط قرمز خود امیر میدانه، فکر نمیکنین که حکومت این موضوع را میدانه؟ خوب میدانه. ای که آیسته آیسته در قسمت مذاکره این اطاف دارن، ای که آیسته در مقابل مذاکره پیش میرن، میخواین اینی نقاط را در حقیقت سرش بحث بکنن. من ای که در بلخ زندگی میکنم، از خیلی موضوعات حکومت هنوز هم دور هستم و از خیلی معلومات ها هنوز هم دور هستم. این موضوع را درک میکنم. شما احساس میکنین او بزرگواری که در کابل زندگی میکنه را درک نمیکنه، او بزرگواری که در کابل در خارج تا درجه PhD تحصیل کرده این موضوع را درک نمیکنه، تبع افغانستان هست. پس اینا مواردی هستن که ما میایم دستاوردها را تحلیل و تجزیه میکنیم. اگر دستاوردی که با دین منافات نداره، با اخلاق اجتماعی ما منافات نداره، قانون نقض نمیکنه، ما او دستاورد را حمایت میکنیم. نه تنها طالب، هیچ کسی دیگر نمیتونه دستاورد را از پیش ما بگیره. ولی دستاوردی که منشأش فساد هست، فاسد هست، دستاوردی که همیشه جامعه را به قرار میکشونه. جناب استاد، نظام دموکراتیک باید وجود داشته باشه. جمهوریت به باور شما قابل تعدیل نیست، بدیلش نباید امارت داشته باشیم و عق نقد برای من شهروند نباید سلب شود. درست است؟ دقیقا. سپاس. عزیزان هموطن، خردمندان بیننده تلویزیون پیکان، شنوندگان هرجمند شبکه رادیو نهاد، فشرده بحث امروزی، ازینه تأمین صلح عادلانه نباید تعدیل نظام جمهوریت و دفن دستاوردهای 18 سال گذشته باشد. ما صلح می خواهیم، اما نه به قیمت این که آزادی بیان، عقاید، آزادی تجمعات و آزادی فردی ما سلب شود. با سپاسگزاری از میمانانم در بحث برنامه تحلیل، تا درود دیگر، بدرود.